خانم لاله بازرگان، روز گذشته دومین دور از دفاعیات حمید نوری و وکلاش رو دیدیم. در بخش اول وکلای حمید نوری به مواردی از تناقض که در صحبت‌های شاهدا و شاکیا و مدارکی که ارائه شده بود پیدا کردند و یکی از اونها در رابطه با برادر گرامی شما آقای بیژن بازرگان بود که یک مدرک از امنستی نشون دادن که گفته میشد برادر شما از ایران خارج شده و اعدام نشده. میخواستم که توضیحات شما در این مورد رو بشنوم. ممنون از فرصتی که به من دادید که توضیح بدم. در واقع برای من این غیر منتظره نبود، چون که وقتی که من دو سال پیش رفتم، به سال 2020 بود که من رفتم، تابستون آگوست بود که رفتم اداره پلیس به من گفتش که آیا میتونم امنستی چی و اینو. من گفتم آره، و این عکس رو جلوی من گذاشت و من فورا نشون دادم این عکس بیژن برادر منه و اونا توی تیپ گفتن که این فوراً عکس برادرش رو نشون داد. این گزارش در واقع عفو بین الملل به نام اسرار بخون آغشته که در صفحه 127 این گزارش این عکس ها هست. تمام این جوان ها اعدام شدن و در واقع این رو سال 1367 برادر من رو کشتن. سال 1369 بالاخره گالیندوپول لیست فرستاده، گفته که ما نگران جان اینها هستیم، ما فکر میکنیم که شما اینها رو کشتی. و در واقع دادگستری ایران فقط جواب در مورد این تعداد میده، در حدود اینها عکسایی که به دروغ همه رو کشته، همه این عکس این بچه‌ها همه کشته شدن. اینها 4 تا خواهر برادر هستن، 4 نفر از اینها با هم خواهر برادر هستن. به هر صورت اینها رو کشته و به دروغ گفته که راجع به جوابای پرت و پلا داده. در مورد 2 نفر از این عکس گفته که از ایران خارج شدن و من خیلی اونجا حالم بد شد. خیلی سخته که تو یه دفعه ببینی که یک همچین دروغ و فریب رو میگم اصلا حکومت‌های توتالیته امپراتوری دروغ هستن و واقعا خیلی سخته یه همچین اتفاقی که طرف رو بکشن و بگن که طرف خارج شده از ایران. به هر صورت ما خوشبختانه، حالا ما چی شده بود، این بود که ما سالها گفتیم که گواهی فوت نمیگیریم، گفتیم اگر که شما ننویسید علت فوت اعدام ما گواهی رو نمیگیریم و نگرفتیم تا سال 88 که پدرم فوت شد و ما مجبور شدیم که گواهی رو بگیریم. حالا خوبه که ما این گواهی رو گرفتیم، با وکیل رفتیم، دختر خالم وکیل بود، باهاش رفتیم و اون اصرار کرد، گفتش که باید بنویسین اعدام، گفتن امکان نداره بنویسیم اعدام و جلوی علت مرگ چیزی ننوشتن، خالی گذاشتن و نوشتن 6 شهریور 1367، یعنی ما تاریخ در واقع قتلش رو هم داریم. در نتیجه مشخصا دادگستری ایران دروغ گفته و ما این مدرک رو داریم توی، چون که من شهادت دادم در اکتبر در این دادگاه و در این دادگاه خیلی راجبه این گواهی فوت صحبت کردن، دادستان ها سوال های زیادی پرسیدن. دلیلش این بود که ما انتظار این رو داشتیم که با وکلای نوری روی این بخوام مانور بدن، ولی هیچ مانوری نمیتونم بدن چون که ما گواهی داریم که کشتن میشن رو سال 67 و دروغ گفتن. در واقع اینها مقاومت خانواده ها رو بر علیهشون بر میگردونن، یعنی مقاومت ما که گفتیم باید بنویسید اعدام کردید، نه تنها ننوشتن اعدام کردن بلکه میخواستن دروغ گفتن، ولی این دروغ رو ما در واقع جلوش ایستادیم. یکی دیگه از مواردی که بسیار به چشم میومد در دور دوم دفاعیات حمید نوری هم مجددا تکرار یک سری بی احترامی ها و توهین ها به شاهدا، شاکی ها، خانواده بازماندگان و خود افراد اعدام شده بود. نظر شما در این باره چه است؟ متاسفانه میگم نصرت رحمانی یک شعری داره، میگه که واژه ها گندیدند. واقعا واژه ها میگندند تو دهن این حمید نوری و حمید نوری انگار به سخره میگیره ما رو، درد ما رو. خیلی واقعا وحشتناکه که همه چی رو انکار میکنه. میدونی اگر که میگفتش که آره ما کشتیم، اگر این جرأت رو داشت، این شهامت رو داشت که بگه ما کشتیم، خوب کردیم کشتیم، همونطور که رئیس بیشرمش رو میگه این حرف رو، انقدر درد نداشت برای ما که میگه همچین اتفاقی نیفتاده. انکار میکنه، جرأت نداره تو دادگاه بین المللی بگه که ما اسیرا رو، ما زندانیا رو کشتیم و این خیلی دردناکه. و واقعا میگم حرفایی که اون میزنه بی ارزشه، واژه ها رو بی ارزش میکنه هر چی که میگه. در نتیجه من فکر میکنم اون یک لومپن نماینده جمهوری اسلامی، نماینده امپراتوری دروغه و همش داره دروغ میگه و انکار میکنه. در نتیجه به نظر من اصلا نباید ارزشی داشته باشه برای من، برای ما حرفاش.
خیلی ممنونم از شما خانم بازرگان. متشکرم. چند دقیقه شد؟